کالین پاول نظامی ممتاز آمریکایی و نخستین سیاهپوستی که وزارت امور خارجه آمریکا را رهبری کرد در 84 سالگی درگذشت. اگرچه کالین پاول کارنامه درخشانی در خدمات دولتی دارد، اما آنچه در سطح بین المللی از وی در خاطرها مانده، دروغ بزرگی است که واشنگتن از زبان وی در شورای امنیت مطرح کرد و از این طریق جنگ مصیبتبار بار خود را در عراق موجه جلوه داد. خانواده کالین پاول تاکید کردند که او با اینکه به طور کامل واکسینه شده بوده، اما از عوارض ناشی از کرونا در بیمارستان والتر رید هومه واشنگتن درگذشته است. پاول دو بار به جنگ ویتنام رفته بود. بار اول در یکی از تله های افتاد که ویت ها پیش پای سربازان آمریکایی تعبیه می کردند. بار دوم که به ویتنام رفت در سقوط هلیکوپتر زخمی شد اما به خاطر نجات دادن جان همرزمانش نشان شجاعت گرفت. در سال 2003 در شرایطی که دولت جورج دبلیو بوش اصرار داشت به دنیا بقبولاند که صدام حسین مشغول ساخت سلاحهای کشتار جمعی است و با وجود اینکه طراح اصلی این نقشه فاجعه بار دیک معاون رئیس جمهوری بود اما ارائه دروغ بزرگ در جلسه شورای امنیت به گردن کالین پاول افتاد پاول بعدها خود اعتراف کرد که سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل لکه‌ای بوده که شهرتش را آلوده است به گفته وی این نکته منفی برای همیشه در کارنامهاش خواهد ماند زیرا به گفته او من کسی بودم که از طرف آمریکا با جهانیان سخن می گفت. کالین پاول با اینکه همیشه جمهوری خواه ماند اما در سال 2008 از کاندیدای دموکرات یعنی باراک اوباما حمایت کرد و در سال 2020 نیز